متاسفانه یه سری گروه های حرفه‌ای که تک حرفه هستن توی رشته‌های در اصل ورزشی الان خودشونو به عنوان بدلکار دارن جا میزنن. یه سری برای اینکه پول ندن میرن از متفرقه هم دارن میارن و یه پولی هم از اینا میگیرن. باز بدلکار سینما طرف میگه ساده است ولی دو تا تیر میخواد بخوره نمیدونه چجوری باید افه بده. افه تیر خوردن، افه تیر زدن، حالت اون حالت تکون دادن اسلحه، نمیتونن اینو. ما نمیدونیم تکلیفمون به چه صورتی هستش. یه بار به ما میگن شما گروه غیر قانونی هستین، یه بار میگن شما گروه قانونی هستین. من واقعا میخوام بدم اون مرجعی که میتونه تشخیص بده که چه گروهی قانونی هستش و چه گروهی غیر قانونی هستش، چه مرجعیه. آقا 4 روز سرم میره باشگاه، یه ساک میندازه 3-4 نفر راه میفتن، یه کارتم چاپ بکنن، یه اسمم رو کارتشون میزنن، گروه بدلکاران اینا فلان، راه میفتن تو دفاتر. چند نفر دور خودشون جمع میکنن به عنوان تیم و شروع میکنن توی پروژه‌های مختلف به عنوان بدلکار خودشون رو معرفی کردن که نه تجربه کاری دارن، نه توانایی کاری دارن، نه اجازه کار دارن حتی. اگه رئیس صنف خودش بخواد بیاد از امنیت شغلی بناله، تکلیف ماها که دیگه عضو صنفیم دیگه مشخصه دیگه. می‌خوایم بریم شکایت کنیم، می‌خوایم بریم پیگیری کنیم، میریم خانه سینما، خانه سینما میگه که خب رئیس صنف میگه من چیکار کنم، کاری از دست من برنمیاد، قراردادت کجاست؟ میریم قرارداد میاریم، نه فلانی که ما نمیتونیم ازش شکایت کنیم. امنیت شغلی الان هیچ صنفی نداره، منتها صنف ما متاسفانه دیگه بدتر از همه شده. هر کی از بیرون میبینه آقا بریم بدل کار بشیم، بریم نمیدونم خیلی خوبه، پول توشه فلان، هیچ کدوم اینا توش نیست. بازیگران، آقایون تئاتریان که اومدن سینما رو قبضه کردن، ما رو انداختن کنار، ما حالا شدیم بدلکاران بازیگران. ما با هم یکی بودیم ولی اومدن بین ما جدایی انداختن. ما داریم سر یه کار تکنیکی صحبت میکنیم، سر جون آدما داریم حرف میزنیم. جون آدما قیمت نداره. جون خودم رو عرض نمیکنم، جون بدلکار رو عرض نمیکنم. تو یک اتفاقی که فرض میکنیم همین چپ کردن یک خودرو، جون تمام اهالی که دارن اون اطراف حتی تماشا میکنن تحت خطره اگر اون بدلکار ندونه داره چه کار میکنه. یعنی کاری که خطرش صد در اینقدر بالاست و جذابیت کار شما رو میبره بالا، برای اون پول نداری بدی؟ به ما که میرسه کفگیر خورده ته دیک. کارگردان ها اجازه نمیدن که ما سر فکر، سر رو حساب برنامه رو ادامه بدیم. معمولا کارگردان های ما متاسفانه کمک نمیگیرن، فقط میخوان بگن حرف کارگردانی ما درست هستش و این ضربه بزرگی اول به صحنه اکشن هستش، بعد به گروه اکشن هستش. مهم نیست براشون که این حرفه بدلکاریه، این تیمی که اومده بدلکاری حرفه‌ایه، غیر حرفه‌ایه، میخوان یه اتفاق بیفته، یه آقایی میخواد از اون بالا پرت بشه براشون. حالا مهم نیست، آبدارچی هم اگه تونست این کار براشون بکنه اصلا مسئله نیستش، این کار براشون میکنه. امکانات خودمون باید فراهم بکنیم. بعد کارگردان ها یا آسیستان کارگردان ها موقعی که به ما میرسه عجله میکنن، میگن سریع ما میخوایم اینو، اجازه نمیدن که ما یه قدر فکر دربارش بکنیم. ما همیشه مینالیم که میگیم ما امکانات نداریم. اتفاقا ما امکانات داریم، تیم ما بهترین امکانات رو داره، بچه های ایران آمادگی اینو دارن که بهترین اتفاقات رو شکل بدن، کما اینکه ما رفتیم تو بهترین فیلم دنیا و بهترین جایزه بدلکاری دنیا رو گرفتیم. ما می‌خواستیم اینو با ما یک رشته دانشگاهی بیاریم و اونایی که علاقه دارن آکادمیک تو این رشته تحصیل کنن و ادامه بدن و یاد بگیرن، چون که باید پیشرفت کرد. می‌دونید الان واقعا به اون شکل نیستش که بگم بدلکارا کتک خورای سینما هستن. با یه گروهی از اساتید دانشگاه صحبت داشتیم، دانشگاه علم کاربردی بود، قرار شد که این حرفه اصلا وارد دانشگاه بشه و الان هم دنبالش هستیم. دانش تئوریک خیلی مهمه تو صحنه بدلکاری. محاسبه باید بشه، ارتفاعی که یک بدلکار انجام میده خب باید اون فاصله‌ای که قراره به پره پایین همش محاسبه بشه. اون چیزی که توقع باید ببینید صد توقعات در چه اندازه است، چقدر صد توقعات شد؟ توقعاتی توقعاتشون توقعی که بیمه باید بشن که شدن، توقعاتشون اینه که من برم دنبال کار برای اینا باشم که ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. بعد این همه مدت بیمه عمر شامل حال ما شده، حالا از طریق خانه سینما ما این بیمه رو پر کردیم و عضو شدیم، ولی اون شما اون ماده هاشو بخونین نوشته که شامل شغل های پرخطر، چتر بازی، رانندگی، اگه این حادثه ها پیش بیاد بیمه تعلق نمیگیره. هر جا بخوام بریم بیمه حوادث بشیم فقط کافیه بفهمند بدلکاری، کلن اسمت وارد نمی